دوستان درود بر شما. یادم میاد از دوست جاودان، یادم نادرجان نادرپور که روزباری گفته بود سخنی که دوستان براش دست گرفته بودن و معروف شده بود که نادرپور هر جا که میخواد نکاتی رو مطرح کنه میگه دو نکته دارم که بگم، نخست و دومی رو میگم. من هم میخوام به این سخنان امروز رو از پایان آغاز کنم تا یه پیوستگی در کار باشه بین آنچه من میگم و آنچه هم اکنون شنیدید. در جایی خوندم و در تلویزیونی نیست، من میکنم صدای امریکا بود یا یکی دیگه، که ایرانیان در امریکا، یعنی ایرانی امریکاییان کنونی، پیروزمندترین اقلیت امریکایی هستند، باثباتترینند، باهوشترینند و ثروتمندترین. اگر درست یادم باشه 600 میلیارد دلار به امیدوارم 600 میلیارد دلار باشه ثروت تولید کردند برای امریکا و به این دلیل است که بسیار محترمند برای جامعه امریکا، برای دولت امریکا و چنین است که تونستند نوروز رو رسمیت بهش ببخشند و نمایندگانی از خودشون در کنگره دارند و باری و هنگونه که این سوی آنسو میشتریم و میخونیم دست و دلباز نیز هستند در کمک رساندن به خیریه ها و در کمک رساندن به بنیادهای فرهنگی و این کار دشواری هم نیست براشون. به راستی چیز زیادی از کیسه نمیذارن، بلکه این گونه کمک ها میبردن به حساب مالیات هایی که میپردازند گذاشته میشه، یعنی از مالیات های سالیانشون کم میشه. ولی برای من شگفت انگیزه که همین همیهنان ما که قربون صدقه شیر و خورشید پرچم ایران میرند و سر اینکه پرچم ایران این باشد یا آن هم دیگر کتک میزنند و بسیار افتخار میکنند به اینکه فرهنگ ایران در امریکا داره شناخته میشه. با این همه من گفتم دست و دلباز هم هستند در دیگر زمین ها، با این همه آنگاه که سخن از یاری رساندن به یک نهاد ایرانی میشه، به یک کار فرهنگی که بی واسطه در پیوند است با فرهنگ ما و با میهن ما، همشون کنار میکشند نگار کر و کور بند لار میشند. همشون البته نه، بسیاریشون و تازه اونهایی هم که دست و دلوازی از خودشون نشون میدن، این دست و دلوازی هرگز در حد توانایی های مالیشون، در حد توانگریشون نیست و این طریق انگیزه. بر زمینه نیاز مالی ایرانیکا دو نکته رو من میخوام تأکید و تأیید کنم و به اصرار داشته باشم که این دو یادمون باشه. نخست این که این نیاز زیاده، بسیار زیاده. دومی که نیازی است که با یک بار کمک رساندن برطرف نمیشه. این فرهنگنامه بزرگ، بزرگترین فرهنگنامه ایران، بزرگترین شناسنامه فرهنگ ایران هنوز کار
کار داره تا به پایان برسه و البته به یک اعتبار به پایان نخواهد رسید، چرا که هر از چند گاهی از آغاز تا پایان دیگر بار باید ویراستاری بشه، دیگر بار بسیاری از بخشاش باید نونویسی بازنویسی بشه. این است که نیاز به یاری رساندن دیگران همچنان خواهد بود و میشه گفت که همیشگیست، جاودانه است، همچنان که خود این فرهنگ بسیار بسیار عظیم. باری آنچه من امروز میخوام به فشار دیگه ازش سخن بگم همون عبارتی است که به عنوان چون عنوان سخن این سخنرانی خوندیدش، خانه فرهنگی، خانه زبانی برای فرهنگ ایران. میخوام همین در حد عبارت رو کوشش کنم که روشن کنم که چی میخوام بگم و همین رو روشن کنم باز خواهد بود. هایدگر سخنی داره که بسیار بسیار شناخته شده است در میان دانشجویان فلسفه. میگوید که زبان خانه بودن است. برای من حالا در فلسفه خود هایدگر این سخن بسیار بسیار شناخته شده چه معنایی داره من الان بهش نمیپردازم. فرض رو بر این بگیرید که خودم به دانش فلسفه اومده میگه که زبان خانه بودن است و در چه معنا این سخن پذیرفته نیست. برای من زبان خانه بودن است، نه در این معنا که اگر زبان نمی بود جهان نمی بود. حتی در این معنا نیز گفته شده است البته که انسان به زبان انسان است. باز معنای این سخن هم این نیست که اگر زبان در کار، اگر انسان زبان نمی داشت هستی هم نمی داشت. هستی هم می داشت اما انسان نمی بود. انسان به زبان انسان است و جهان به زبان جهان انسان می شود. یعنی اگر زبان نمی بود از افلاطون کمک بگیرن. افلاطون می گوید که در آغاز همه چیز کاوس بود. کاوس واژه یونانی است. کیاس در انگلیسی تلفظ میشه، معنای بی سامانی، در هم ریختگی، بی نظمی. و خدا این کاوس رو ازش کاسموس پدید آورد، بهش سامان و نظم بخشید. درست همین کار رو زبان با جهان میکنه و بی دلیل نیست و سخن ژرفیست که در برخی متن‌های دینی میاد که خدا از آدم خواست که چیزها رو بنامد. یعنی ما با نامیدن چیزها به اونها هستی انسانی میبخشیم، دوباره میسازیمش، در حقیقت دوباره زاده میشیم. برای ما اگر ما هیچ هرگز از خود رو نمیپرسیم که سنگ برای چی سنگ نامیده شده یا آب برای چی آب نامیده شده، سنگ داده یا در زبان دیگر استون نامیده شده یا جای دیگه پیترو نامیده شده یا پیتروس نامیده شده، اینا رو نمیپرسیم. یا چرا آب واتر نامیده میشه در زبان دیگه، آکوای آگوا. ولی اینو میدونیم که اگر این دو نام در کار نمی بودند سنگ و آب از دیگر بازشناخته نمی شدند برای انسان. یعنی چون انسان با نامیدن چیزها جهان رو انسانی می کنه، جهان رو قابل شناخت می کنه، از آن خود می کنه. فرهنگ هم همینطوره. فرهنگ هم یه بخشی از آفریده انسان است. اما فرهنگ تا هنگامی که شفاهی بمونه
برسی استواری تاریخی نمیابد، بی خانمان انگار در باد سرگردانه. بسیاری از چیزهاش ممکنه ناشناخته به جهان بیاد، عمر طبیعی خودشو بکنه و از جهان بره، بیان که آیندگان بدونند که این نمودی که اکنون در جامعه اونا به این شکل هست از کجا آمده، پیش از اینها چه شکلی داشته، پیش از اینها چه معنایی داشته، چه کاربردی داشته، چرا چنین است که هست، نوروز چرا نوروز است، سیزده بدر یعنی چی. نمودهای بسیار پیش افتاده است از فرهنگ. فرهنگ البته بسیار گسترده است. تمام دین‌ها، تمام آیین‌ها، خود زبان، فلسفه، هنرها و رسم‌ها و سنت‌های یک جامعه رو در بر می‌گیره و برخی چیزهای دیگه تو شیوه‌های ساختمان‌سازی، شیوه‌های خانه‌سازی، شیوه‌های کشاورزی، شیوه‌های دامداری و بسیار چیزهای دیگه جزء فرهنگ یک جامعه است که اینها، همه اینها، تمام آنچه فرهنگ رو فرهنگ میکند هنگامی تاریخی میشود، ماندگار میشود، استواری مییابد در بودن خود که نوشته بشه، گزارش داده بشه، رو کاغذ بیاد. و با نوشته شدن فرهنگ، با روی کاغذ بودن توصیف زبانی فرهنگ به صورت نوشته، فرهنگ نه تنها برای خود دارندگان اون فرهنگ استواری تاریخی یعنی جاودانگی تاریخی میابه، برای جهانیان، برای دارندگان دیگر فرهنگ ها نیست، همین موقعیت، همین جایگاه و پایگاه رو میابه. کافی است گمان میکنم که در همین چگونگی ژرف بنگریم و دریابیم که بزرگانی مثل دهخدا، مثل دکتر معین، مثل احمد شاملو الان با کتاب کوشش، و از همه به نظر من با اهمیت تر دکتر احسان یارشاطر، چه کار بزرگی رو آغاز کردن و چه کار بسیار بسیار با اهمیتی رو. این گونه کارها خانه‌ای می‌سازد برای فرهنگ ما. فرهنگ ما در این از این پس دیگه برسه می‌تونیم بگیم به بی‌خانمان نیست. نه فقط خانه‌ای دارد برای خود ما، آلونکی پدید آمده است که دیگران از فرهنگ‌های دیگر نیست به اینجا بیان، در این خانه آسایشی داشته باشن، تفریح داشته باشن، حالت توریستی پیدا کنن، فقط با نه با ایرانگردی، با کتابگردی. خب فکر نمی کنم که این روشنگری ها چیز نو، تازه یا بی سابقه رو برای هیچ کس از ما روشن کرده باشه. همه ما کمیابیش میدونیم که این کار، ایرانی کار، چه کار بسیار بسیار بزرگی است. البته که احسان یارشاطر در پیوند با ایرانی کار به گمان من یک نام جمعه، یک نام گروهی است، نام یک کس نیست. همچنان که بسیاری از نام‌ها در میتولوژی ایرانی، در اسطوره‌های ایرانی به گمان من نام‌های عام هستند، نه نام یک فرد ویژه. مثلا در شاهنامه خود ما می‌خونیم که جمشید 1000 سال پادشاهی کرد. مگه میشه یه فرد، حالا فرض کنید که اومختاب رستم چون زمین که را می رفته پاش به زمین فرو می رفته و خیلی سنگین بوده، تو اسبای جست درخش، تو هر اسب دیگر که می شسته کمر اون بیچار می شکسته، پس کنیم خب خیلی هم بزرگتر بودن از ما، خیلی هم سنشون
بسیار بیشتر از ما بود. اما هزار سال آخه این چه معنایی داره؟ معنای اسطوره رو به صورت تاریخ اگر نگاه کنیم خب بی‌معنا میشه و گاهی وقتا حتی خنده‌دار میشه. نه، اسطوره زبانی است با کلیدهای معنایی ویژه خودش که این کلیدها رو که دریابیم و به کار ببندیم تازه معناها برای ما روشن میشه. یکی از اینا مثلا یکی از این واژه دیوه که خود فردوسی لطف میکنه برای ما کلیدش رو میده دستمون، تو دیو رو مردم بد شناس، تو تموم میشه دیگه، دیو یعنی مردم بد. و جمشید به گمان من و نامهای دیگری مثل جمشید، اینها فکر میکنم نامهای یک سلسله پادشاهی بودند که به نام بنیادگذارشون یا بزرگترین پادشاهشون فشرده شدند. جمشید یه ابریویشن یک افشوره است به نام فشرده است برای به گمان من یک سلسله. به همین ترتیب کار جاودانیات علی اکبر ده خدا یا کاری که شاملو جان آغاز کرده است یا این کار عظیم ایرانیکا هم یک کار البته گروهی است، گروهی که هرگز در حد به بسته شدن نخواهد انجامید، همچنان ادامه خواهد داشت. سالها پس از آنکه تمام کار کارگزاران و همکاران کنونی ایرانیکا و البته خود بنیادگذار این کار از جهان رفته باشند، امیدوارم پس از همشون بعد از 1200 سال هم چقدر بیشتر عمر کنند چرا که عمرشون درستی پربار است، ولی به هر حال کار ناتمام خواهد ماند. این گونه کارها هرگز به پایان خود نمیرسند، چرا که به پایان فقط به صورت در هنگامی و به زمانی میتواند چنین کاری پایان یافته تلقی بشه که تاریخ فرهنگ به پایان رسیده باشه، دیگه چیزی در فرهنگ پیش نیاد که چنان چیزی تا جان هست و انسان هست ناممکن است. خب یک بار دیگه بس تکرار میکنم آنچه که در آغاز گفتم، علت این که این گونه نشست ها برگزار میشه و این گونه سخنان گفته میشود فقط و فقط انگیزشی است برای دوستان ثروتمند ما، برای کسانی که دستشون به دهانشون میرسه بیشتر از اون، که همت بکنند از کاری که در حقیقت بنیاد گذاشتن و ساختن کاخی است برای از بی خانمانی و از بی سامانی نجات بخشیدن فرهنگ ما و برای تاریخی کردن با استوار کردنش کمک بکنند. هر چقدر در این زمین ما بگوییم البته کم خواهد بود و به همین دلیل هست که باز این گونه نشست ها نیست. فکر نمی کنم که وقتی دیگه نالازم بشن، مگر آنگاه که ایرانیان به راستی در آن حد به حدی از فرهیختگی رسیده باشند که دیگه نیازی به روشنگری این گونه روشنها، به توضیح این گونه واضحات نباشه. من با دو با سه روایی که در ستایش استاد یارشاطر سروده هم این سخنان رو پیام میدم به امید پیروزی برای استاد پیر و بزرگوار خودمون و پیروزی برای همه دوستان در اینجا و پیروزی برای جوانان و زنان میهنم که برخواستند و دموکراسی آینده ایران رو بر بنیاد حقوق بشر بنیاد بگذارند و به حقوق شهروندی خودشون برسند و بیگمان خواهند رسید. در صدایش استاد یارشاطر
ای زبده ترین نگاهبان فرهنگ، جاوید بمانی به جهان فرهنگ. زن روی که یادگارت ایرانیکا فرهنگ زبان است و زبان فرهنگ. کار تو به تاریخ جهان میماند، کار تو به تاریخ جهان میماند، خود تا که زمین هست و زمان میماند. کیرانی پاینده به فرهنگ خود است، وان نیز به ریشه در زبان میماند. با کار تو زنده جان فرهنگ من است، و از آن به نوا جهان فرهنگ من است. هر واژه به دفتر تو خشت دیگری از خانه جاودان فرهنگ من است. سپاسگزارم.